السلام عليكم. سلام عليكم. شما کی هستین برادر؟ آقا من چند تا سوال دارم، یکی یکی. شما چیکاره هستین؟ اول خودتون معرفی بکنید. بیام مخالفم. مخالف مذهب چیه؟ مذهب چیه؟ من پرسیدم مذهب چیه؟ نیستم، مطالعه دارم. مذهب چیه؟ مذهبم اهل تسننه. مذهب بکری عمری هستی؟ بله بکر عمری هم. حالا بفرمایید سوالتون چیه. افتخارم میکنم که بکر عمری هم، چون شما اون موقع گفتید اگر چیزی باید افتخار کنه، خب من افتخار میکنم. افتخار کن، اشکال نداره. اون بت پرستم به بتای خود افتخار میکنه. بفرمایید. سوالم اینه حاج آقا، چطور ابوبکر بد بوده ولی با در غار همراه پیامبر بوده؟ ماشاءالله این عقله. چطور ابولهب و ابوجهل بد بودن که در خانه خدا با کنار پیغمبر مینشستن؟ ابو بکر ابو میگه در غار بوده، غار افضله یا خانه خدا؟ شما جواب من رو بگیم برادر عزیز، غار افضله، غار حرا افضله یا خانه خدا افضله؟ کعبه مشرفه افضله یا غار حرا افضله؟ به من بفرمایید. شما که نماز میخوانین رو به غار حرا نماز میخوانین رو به خانه کعبه؟ رو به خانه کعبه نماز. پس کعبه افضل از غار حرا، درسته؟ احسن. آره، در این کعبه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نشست، در کنارش ابو سفیان می آمد، ابو لهب می آمد، ابو جهل می آمد، ولید ابن عتبه می آمد، همه سران کفار قریش می آمدند. دو نفر یک جا باشه، این هیچ دلالت بر شرافت اون نفر نداره. دو نفر کنار هم هستن، در یک جا نشستن. اگر این در غار، این غار چه فضیلتی داره؟ شما به من بگید که در کدام قاعده عقلیه، کدام آیه قرآن کریمه، کدام قاعده است که هر کسی در غار با پیغمبر بود و حتما آدم خوبیه؟ بفرمایید به من. تازه آیه قرآن کریم سوره توبه آیه 29 الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه، اون اندامی که به اون شخصی که همراهش بود پیغمبر میگفت لا تحزن ان الله معنا، که غمگین نباش، خدا با من و برادرم امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام هست. و فأیده بجنود لم تروها، خداوند متعال او را مؤید فرمود با ملائکه‌ای که او را نمی‌بینید. هر جا که پیغمبر با مؤمنین بوده، وقتی مؤید به ملائکه شده، ملائکه مؤمنین را هم تایید کردند. سوره مبارکه فتح آیات اولش که در اونجا آمده ولقد نصركم الله ببدر انتم اذله، در بدر خداوند متعال آمد، ملائکه را فرستاد، هم پیغمبر رو نصرت کرد، هم تایید کرد، هم مؤمنین را. در غار فقط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را تایید میکنه. لذا ثابت شد که ابوبکر اگر مؤمن می بود اصلا مورد تایید ملائکه هم قرار می گرفت. لذا اصلا این آیه نه تنها در ایمان او ثابت نیست، بلکه در کفر و عدم ایمان او هست. و ثانیاً اگر شما بفرمایید که اینجا لفظ صاحب آمده، صاحب در قرآن کریم برای مشرکین هم آمده، لفظ صاحب. حضرت یوسف علیه السلام وارد زندان میشن، در اونجا دوتا همنشین مشرک داره، به اونا حضرت یوسف علیه السلام چی میگه؟ یا صاحب السجن اربابون متفرقون خیر من الله الواحد القهار. هم صحبت میتونه مسلمان باشه، منافق باشه، مشرک باشه. حالا شما به من توضیح بده برادر عزیز که چرا در غار چه خاصیتی داره؟ اون مسجد پیغمبر، اون مسجد حرم الهی، کعبه مشرفه، اونجا مشرکین مینشینن کنار پیغمبر. در این غار هم اگر یک منافق نشسته کنار پیغمبر، چه برای او فضیلتی هست؟ بفرمایید. بعد حاجا یه مطلب، نه مطلب دیگر نگو، مطلب فرار نه، شما حرف مرا فهمیدیم. بعد وقتا مثلا مردم دهاتی زنگ میزنه، اونا شاید نمیفهمن، شما که خدا به شما فهم داده. من شما پرسیدم که غار چه خاصیتی داره، کدام قاعده عقلی دارید که هر کسی که در غار بود آدم خوبیه؟ این چه عقلیه؟ کدام دلیل دارید هر کسی در غار بود آدم خوبیه؟ خب غاره، آدم خوبم بره در غار میره، آدم بدم بره در غار میره، آدم کافرم در غار بره، حیوانم در غار بره، حیوانه اون که شرافتی نیست در غار بودن، مشکلی نداره. اما من میگم همونقدر که این مطلب مهمه، حضرت ابوبکر صدیق هم مهم بود که در کنار پیامبر آمد، با او بود در شب هجرت. این فضیلتی نیست که نصیب هر کسی بشه. ببینید، اگر در غار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو نصرت کرده، آمده از رسول خدا صلی الله علیه و سلم حمایت کرده و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را خودش با خودش برده، این درسته. همسر رو خود ساخته، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده باشه شما با من بیایید که بریم آنچه که بر خود طبری آمده که اصح تواریخ شما هست،
ابو بکر اصلا شریک سر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نبود. کورا پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خود گفته باشه که با من بیا، نه اینطوری که نبود. تبری را شما بخونید برادر عزیز. در اونجا با آمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم حرکت کرد. امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام شریک سر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، بر بستر خود خوابانی در راه افتاد، ابو بکر دنبال راه آمد. اینم معروفه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابو بکر آمد از امیر المؤمنین علیه السلام پرسید که رسول خدا کجاست. امیر المؤمنین علیه السلام اونجا بنایش بر سرداری بود، بر بنان رازداری بود. چی بود؟ که در بستر خوابیده، کسی نفهمه که اینجا رسول. یواشکی گفت که من رسول خدا نیستم، دور از اینجا، رسول خدا کجا رفته؟ حالا هر طوری که باشه، امیر المؤمنین علیه السلام اگر بگه نیست رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به تو نمیگم، ابو بکر شاید بره به کفار بگه که رسول خدا رفته. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید که رسول خدا فلان طرف رفته. از دنبال رسول خدا صلی الله علیه و سلم میره. به خاطر چی امیر المؤمنین علیه السلام میگه که پیش کفار نره، بره دنبال رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و اون وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودش ابو بکر را کنترل بکنه. ابو بکر میاد دنبال راه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. میاد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صدای پای ابو بکر را میشنوه، میفهمه که ابو بکر دنبال میاد. سریعتر میره که این مرا پیدا نکنه، سریعتر تندتر میره، پایش به سنگ میخوره، پایش خون میشه. و این اولین جراحتی بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در هجرت برداشت و سببش هم ابوبکر بود و خون حضرت صلی الله علیه و سلم جریان شد. بعد مجبور میشه تا کفش خدا بپوشه و دوباره اونم ببنده. ابوبکر به ملحق میشه. اون وقت از ابوبکر میپرسه تو کجا میخوای بری؟ میگم میخوام آمدم اینجا که خبر شما رو بگیرم. حالا اگر برگردی کفار از تو بپرسند میتونی راز مرا نگه بداری؟ گفت نه، اینو نمیتونم، اینا نمیتونم. اگه کفار مرا بزنن، مثلا یک دو سلی مرا بزنن، اون وقت میگم که من شما را دیدم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مجبور شد اینو با خود برد. از برای چی؟ که از برای اینکه منافق میره اونجا میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم، فلان طرف میرفت، برید دنبالش. اونا میان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پیدا میکنن، لذا اینو با خود آورد. و داخل غار هم که بود این شیطنت میکرد. این در خود بخاری اومده. این کتاب را ببین دوستان، تو میگی که فضیلت، حالا من فضیلت برات از خود بخاری نشان میدم. این کتاب دوستان عزیز صحیح بخاری، در صحیح بخاری من صفحه شبین یاد داشت کردم. بله بله، در صحیح بخاری جوابت را بگید برادر من، حرف بزن. من شما را قطع نکردم، شما هستی روی خط، فقط صدایت رو پایین کردم تا جواب را خوب گوش بکنی. میگین فضیلته. من از خود بخاری ثابت بکنم که این شخص خائن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. کجا شدین کتابش؟ بله خدمت شما عرض کنم، خیلی عذر میخوام. که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در داخل غار به ابوبکر گفت اسکت یا ابوبکر، ساکت باش ابو بکر. در داخل غار گفت. این در خود بخاری آمده که ابو بکر سر و صدا میکرد یا رسول خدا اینا ما رو گرفتن. خب تو اگر اونجا برای نصیحت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدی، تو چرا بله تو چرا اونجا سر و صدا میکنی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مجبور میشه و تو میگه اسکت یا ابو بکر؟ من پیدا نمیتونم. بله حالا اینو پیدا میکنم برات نشون میدم. برادر عزیز شما به من بفرمایید که این ابوبکر در این سفر غار پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که محتاج به نصرته، آیه در چی نازل شده؟ الا تنصروه فقد نصره الله. این آیه میدونید که بعد از این آیه مبارکه بعد از غار نازل نشده، این آیه در تبوک نازل شده. و در جریان تبوک میدونید که منافقین و مشرکین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را یاری نمی‌کردن و منافقین چیکار می‌کردن؟ فرار می‌کردن، از خودشان به عقب می‌انداختن. می‌دونید دیگه جریانش در قرآن کریم اومده. شما می‌فرمایید این آیه شأن نزولش برای غار نیست؟ نه، هنگام نزولش میگم، هنگام نزولش بعد از تبوک بوده. آیه بعد از تبوک نازل شده. در اون هنگامی که حالا شما آیه ببینید، آیه قبلیش هم ببینید. بله من حالا اینو براتون بخونم. شأن نزول آیه چیه؟ شأن نزول آیه تبوکه. من کار ندارم. شأن نزول آیه تبوکه. بله حالا ببینید، مثلا از سو این سو آیه هست، آیه 39 40 الا تنصروه فقد نصره الله، آیه 40 سوره توبه هست. آیه قبلش ببینید 38ش، این 40 38 رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 38 سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا
ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم في الارض، اي كساني كي ايمان آورده اين در جدال تبوكه نه حجرت پیغمبر، اي كساني كي ايمان آورده چی شده شما را که وقتی به شما گفته می شود حرکت بکنید حرکت نمیکنید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکم جهاد میدهد، شما حرکت نمیکنید در زمین، اونجا میگید که ما بله اظهار سنگینی میکنید، نمیرید با پیغمبر خدا. ارادیتون بالحیات الدنیا من الاخره، خطاب و عتاب به اصحاب، نه تعریف اصحاب. آیا شما راضی شدید که این حیات دنیا رو بپسندید آخرت رو نمیپسندید؟ فمتاع الدنیا فی الاخره، فما متاع الدنیا، فما متاع حیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، متاع حیات الدنیا در آخرت هیچ ارزشی نداره. الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر جهاد میده، امر بسیج میده، شما اطاعت نکنید، خدا شما را عذاب دردناک میچشاند. و یستبدل قوما غیرکم، و بجای شما یک طایفه دیگر را میارد که اونا نصرت پیغمبرش را بکنه. ولا تضروه شیئا، و به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ ضرری نمیتونید برسانید. والله على كل شيء قدير، و خدا بر همه چیز قادره. و این آیه بود آیه 39 سوره توبه. حالا آیه 40 اون آیه سیمون این بود الا تنفرو، آیه چهل اینه الا تنصرو فقط نصره الله. این در جریان غزوه تبوک آمده و مقامش مقام مدح نیست، مقام مذمته. این رو باید بدانید شما که میگه اگر شما اگر امروز پیغمبر را در تبوک یاری نمی کنید، میگه راه دوره، تابستان ما اذیت میشیم، بریم تا لشکر تا سرحد روم ما بریم اذیت میشیم، نمیاییم، شما خودتان برید. به پیغمبر میگفتن صحابه الا تنصروا فقد نصره الله، اما اون طوری که امروز شما نصرت نمی کنید، اون زمان هم که اندام هجرت بود کسی نصرت نکرد پیغمبر مرا. الا تنصروا فقد نصره الله، خدا او را نصرت کرد. نصرتش چی بود؟ که امیرالمومنین علیه السلام بر بستر او خوابید. از کافرین و مشرکین که نصرت نخواسته، پیغمبر که توقع نداره کفار به نصرت بکنه، مسلمان باید نصرت بکنه. امروز هم در تبوک شما نصرت نمی کنید، اون زمان هنگام هجرت هم کسی او را نصرت نکرد. شما میفرمایید که حاج آقا این آیه اصلا در مورد غار نبوده؟ در این آیه بله، شأن نزولش تبوکه، مذمت، مذمت صحابه در هنگام اینکه پیغمبر امر فرموده بریم برای جهاد، اینا اطاعت نکردن. بله اینا این اخرجه الذين، بعد برای صحابه مثال میزنه که اون زمان هم شما صحابه نصرت نکردید پیغمبر را. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک بار در قرآن میفرماید گوش کن جانم، گوش کن حضرت، حضرت ابوبکر میگه آرام باش، تکینه داشت باش، این مشکل گوش کن، گوش کن، حالت آرامش میخواد به او بده، گوش کن، منکر میشید، گوش کن. پیغمبر یعنی آرامش نداشت، ابوبکر میخواست به پیغمبر آرامش بده. بله پیغمبر، یعنی ابوبکر، ببینید این شخص منکر رسالت پیغمبره، این شخص ابوبکر را از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل میدونه، میگه پیغمبر آرامش نداشت، ابوبکر به او آرامش میداد. نه 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 منظور اینه که پیامبر به ابوبکر آرامش. آره گوش کن، حالا گوش کن، حالا گوش کن، این آرامش لا تحزن معناش آرامش نیست که آرام باش، لا تحزن معناش چیز دیگره، معناش اینه که غمگین نباش، معناش اینه آرامش نیست، غمگین بودنه. حالا گوش کن، به نوبت اونجا نرسیده، حالا گوش کن، لا تحزن معناش اینه که غمگین از حزن، حزن نداشته باش، نه اینکه ناراحت نا آرامش داشته باش، معناش اون نیست. الا تنصروه فقد نصره الله، اگر او را یاری نمیکنید، خدا اون زمانی که به تنهایی اجرت میکرد اون زمان او را نصرت کرد. این مثال آیه برای چی اومده؟ برای اینکه کسی او را نصرت نکرده، یعنی کسی یار پیغمبر نبوده، از برای این نازل شده، نه اینکه پیغمبر آیه نازل شده باشه که کسی او را نصرت کرده. اخرجه الذين كفروا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه، اون اندامی که او را اخراج کردن، که اخراج کرد کافران، چرا اخرجه ما نگفت؟ شما به من جواب بدین، اگر ابوبکر هم همراه پیغمبر بود و با پیغمبر یک جا خارج شد، چرا آیه نگفت اذ اخرجه ما؟ بفرمایید. همون حرف شما شاید میان راه او را دیده، هیچ مشکل. خیلی خوب، پس اعتراف میکنی که پیغمبر او این که میگفتی او را پیغمبر همراه خود آورده، همسر و همراز پیغمبر بود، اینا اعتراف کردی که دروغه، اینها دروغه، پیغمبر تنها خارج شده، اعتراف کردی، این نص قرآن کریمه، الحمدلله رب العالمین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اخرجه کفار او را تنها خارج شد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ابوبکر به او نبود، آمد و ستره ابوبکر به او ملحق شد و از این مجبوری را با خود آورد. خب شما حالا اذا اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين اذ هما في الغار، دو نفر هستن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد، فاذ اخرجه ثانية اثنين، این ثانية اثنين مصدر از برای چی؟ دو تا هست، از دو تا دومی، از دو تا دومی. این دوستان عزیز، یکی از علمای عزیز به ما این نکته رو گوش زد کرد، این ثانية اثنين
این از برای اخراجه، حال از برای اخراجه، زلحالش اخراجه، اخراج اثنین، اخراج دومی، اخراج اول پیغمبر از مکه به شب ابی طالب علیه السلام بود که اونجا 4 سال یا 3 سال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از سال 6 تا سال 9 یا سال 10 هجری تا سال 10 بعثت 4 سال قبل از هجرت در اونجا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خانه و کاشانه خود دور بودن، بدر بودن. اونجا اخراج اول و این اخراج دوم ربط به ابوبکر عمر ابوبکر نداره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اخراج دوم میشه. اگر به هم بگیم که رسول خدا صلی الله زلحالش خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دو نفر دو تا، خب اینا باز هم این دلیل بر سبق ابوبکر نداره که داخل غار اول شده دوم شده. اینها اصلا فضیلت دو نفر هستن. خب حالا این دو نفر که باشه دوستان من، یک نفر دو نفر، این یک نفر این دو نفر، این چه فضیلتی داره؟ مسلمان و کافر هم باشه دو نفره، کافر و کافر باشه هم دو نفره، مشرک و کافر هم باشه دو نفره، مشرک و مشرک هم باشه دو نفره، این هیچ فضیلتی نیست که دو نفر هستن. اذ یقول لصاحبه، بر اون همراه خود میگفت لا تحزن. صاحبم گفت، عرض کردم که این دلالت بر مدح نداره. لا تحزن معنیش اینه غمگین نباش. ببین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ابوبکر نگفت که خوف نکن، گفت غمگین نباش. غمگین، غم با خوف فرقش چیه؟ مقام مقام خوفه، نه مقام غم. اگر این توجه میکنی؟ من توجه میکنم. خب گوش کن، توجه میکنی گوش کن، حرف نزن گوش کن. من قد نکردم. لا تحزن گفت، حزن غم از برای دست، از دست دادن یک فرصتی که در گذشته هست، از برای اینه. خوف از برای خطر لاحقه. خوف از برای چی؟ حالا جان شما در خطر باشه، فردا در خطر باشه، پس فردا در خطر باشه، این خوفه، میترسید. غم از چی دارید؟ غم این که مثلا پارسال برادر شما از دنیا رفته، خدا نخواسته، مال دنیا از دست شما رفته، این غمه. به ابوبکر میگه تو غمگین نباش. به ابوبکر نمیگه که تو بله خوف نکن، خوف نکن. این فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به ابوبکر از این میرسونه که ابوبکر اینجا از کفار، ولی مقام مقام خوفه. اگر پیغمبر را بگیرن قطعه میکنن، ثابت میکنن که این ابوبکر ترسش چی از دست رفته، چی از دست رفته که ابوبکر غمگینه؟ هیچی از دست نرفته در گذشته. چی از دست رفته؟ این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به دست کفار نیفتاده، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دست مشرکین نیفتاده که پیغمبر را قطعه بکنن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از روح طنز به ابوبکر میگه لا تحزن، غمگین نباش، چون تو منافقی، چون تو میخواستی من به دست کفار بیفتم، کفار ما را بگیرن قطعه قطعه بکنن. ان الله من، خدا با من و برادرم امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. این میخواست که امیرالمؤمنین علیه السلام را کفار بگیرن بکشن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را هم بگیرن، چون اطلاع داشت، میدونست ابوبکر که امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام اونجا هست، کفار الان میگیرن دستگیرش میکنن میکشن. و اینجا هم که در غار هست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا هم کفار الان میرسن، در کنار غار میرسن، راه را دیدن، میرسن اینجا ما را میگیرن. لذا میدونست که ما را میگیره، اینها را میگیره ابوبکر. حالا این اتفاق میفته، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از روی طنز به او میگه غمگین نباش، این فرصت که از دست شما رفته، یعنی شما به دشمن خود میگید، دشمن شما که به دشمن خود از روی طنز میگه مثلا غمگین نباش، یعنی بسوز، منظورش اینه لا تحزن، ان الله، خدا با من و برادرم امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، معناش اینه. حالا سوال من دوباره از شما برادر عزیز اینه که شما به من بفرمایید در این سفر که این از برای در جریان تبوک نازل شده و معنایش هم معنای اطاعت بر صحابه، کمونطور که اون زمان منافقین رسول خدا صلی الله علیه و سلم را نصرت نکرد، ابوبکر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را نصرت نکرد، شما به من بفرمایید در این سفر ابوبکر چی نصرتی کرده پیغمبر خدا را؟ در کجا شمشیر کشید که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم دفاع بکنه؟ در کجا مثلا بله به درد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این سفر خورد؟ بفرمایید آقا. من در کمال احترام و در کمال ادب دارم با شما صحبت. منم با احترام صحبت می‌کنم. اول عدالت رو رعایت کنید. شما وقتی که داشتید صحبت می‌کردید صدای من رو پایین آوردید. خوب کردم تا وسط حرف نکردم. صحبت شما یکی دو تا مطلب رو می‌خواستم اشاره کنم، چون صدای من پایین بود به سمع و نظر بینندگان نرسید. اول خواهش می‌کنم، چون من کاملا دارم گوش می‌کنم و با شما خیلی محترمانه هم دارم صحبت می‌کنم، صدای منو قطع نکنید. من در حین صحبت شما صحبت نمی‌کنم، اما ممکنه درون میاد، چون شما صحبتتون طولانی میشه، من وقتی میخوام یه حرفی رو بزنم خب میگذره زمان، بعد از رشته کلام پاره میشه. پس من خواهش میکنم صدای منو قطع نکنید. صدای شما رو قطع نکردم، صدای شما پخش میشه، بفرمایید. پایین کردم، قطع نکردم. یه مطلب دیگه، شما فرمودید که
برای پیامبر این اولین جراحتی بود که به وجود اومد در جریان هجرت گفتم. من میخوام بگم قبل از اون خیلی در جریان هجرت گفتم اولین جراحتی بود که در جریان هجرت و بعد از هجرت، نگفتم قبل از این. در طائف رفته بود، پای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زخمی شده بود. ملتفت هستم من، اونا رو یاد نده به من. و از این جهت دارم میگم، ببینید ابوبکر خدماتش بر کی پوشیده است؟ مثلا چه خدمتی کرده در این سفر؟ شما به من بفرمایید. اینه که روایت میکنه وقت مادرزاد، روایت اینا چیه؟ میگه خودش وقت کرد در بین غار. سه روز پیغمبر با ابوبکر در وسط غار بوده، پیغمبر ابوبکر وقت مادرزاد وسط غار. این عقل باور میکنه در غار کوچیک؟ بفرمایید. من لقمه متوجه نشدم فرمایش شما. شما این خدمتی که کرده در غار به من بفرمایید چه خدمتی بوده؟ غیر از این که میخواست که سر صدا کنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام علیکم فرمود. من و شما میتونیم بگیم هیچ خدمتی نکرده. شاید او محافظ پیامبر بوده. اما محافظتی که کرده چی بوده آخر؟ به من بفرمایید. چی محافظت کرده؟ شما خودتان روایت کردین یگانه خدمتی که کرده گفتی این بود که پیغمبر را شما در این استنباط شخصی خودتون رو میگید. نه حقیقت رو میگم. ببین روایت شما اینه برادر عزیز من، روایت شما اینه که وسط داخل غار که شدن اونجا در بین سوراخ ها گفتین که گژدم بوده و مار بوده و عقرب بوده و اینا میخواستن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را بگذره. ابوبکر آمده لباس خود در آورده، پیرانه خود پاره پاره کرده، اینا لباس های خود تیکه تیکه کرده در این غارها داخل کرده و بعد یک غار خالی مانده در اونجا پای خود درون کرده و از اونجا پایش عقرب میگزیده و اینجا تحمل کرده. میگه خدمتش همین بوده، درسته؟ در حالی که دروغگو حافظه نداره، و این ناقل راوی این روایت هم خود ابوبکر اصلا نیست. در اونجا در داخل غار پیغمبر بود صلی الله علیه و سلم و ابوبکر. نه راوی این روایت ابوبکر و نه راوی این روایت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اینو بعدا خود شما جماعت ساختیم، چون این دو نفر اصلا این را که اونجا بودن روایت نکردن. راویش کسانی دیگه هستند که بعدا آمدن از تابعین و اینها از لسان اونها نقل شده. اینا که داخل غار بودن، شما اولا دروغگو حافظه نداره، یکی از معجزات انبیا اینه که حیوانات به اونها ضرر نمی‌رسونه، شیر پیغمبران را نمیخوره، روبا پیغمبران را نمیخوره، مارها عقربها به پیغمبران کار ندارن. این یکی از معجزات انبیاء علیهم السلام. این حدیث در کجا آمده؟ این از مسلمات تاریخ، از معجزات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. مکرر رسول خدا صلی الله علیه و سلم مواجه شده با حیوانات ضرر نرساندن. اصلا پیغمبر اکرم بر اونها ولایت داره، بر اونها حجت خداست. تبارک الذی گوش کن حیوانات آسیب نمی‌رسه. گوش کن، تبارک الذی نزل الفرقان. مثلا پیامبر، یعنی این یک خلافی باشه برای پیامبر، یعنی اینکه این آمده برای اینکه گوش کن جان من حرف گوش کن. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پیغمبر برای تمام خلائق. این پیغمبر تنها برای ما شما نیست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. همین در همین جریان غار خود شما روایت نکردیم، مگر همین روایت کرده که اونجا کبوتر آمد اونجا لانه زد و عنکبوت آمد اونجا خانه دوانید، آشیانه درست کرد. لذا اینها ایوانات به انبیا خود صدمه نمی رسنن، به انبیا خدمت می کنن. لذا گوش کنید، گوش کن آقا جان، حرف بزن، حرف گوش کن. پیغمبرم پیغمبر بر همگی هست، حتی بر حیوانات هم پیغمبره، بر جن پیغمبره، بر انس پیغمبره، بر ملائکه پیغمبره. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، سوره فرقان. حالا این پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اولا دروغ شما این جماعت اینه که آمد اونجا مار میخواست پیغمبر را بگیره، در حالی که مارها تابع پیغمبرن و پیغمبر ضرر نمی‌رسونن. اولا در همون غار عنکبودش پیغمبر را خدمت میکنه، از پیغمبر حفاظت میکنه. چطور میشه که مارش بیاد پیغمبر را اذیت بکنه؟ و ثانیا چطور میشه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سه روز با ابوبکر لخت مادرزاد؟ این تعریف پیغمبره یا تهمت به پیغمبره؟ لخت در وسط غار اونجا و سه روز در اونجا باشه، در غار تنگ و کوچک، اینا کسی باور میکنه؟ نه شما آخر به من بگید، شما بگید شرف برای ابوبکر، همین شرف را برای ابوبکر برای من ثابت میکنید در این غار که بوده چی خدمت کرده به رسول خدا؟ میگید محافظت کرده. چی محافظت کرده؟ بفرمایید. سوالی که من از شما دارم. نه سوال من را جواب بدید. چرا سوال من را جواب نمیدید؟ همون خدمتی که کرده، میگید که این شرف برای ابوبکر در غار بوده، خب چی خدمتی کرده به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم؟ بفرمایید. شما اونجا بودید که میتونید بگید الان او به مسخره برگشت رو کرد به ابوبکر این حرفو زد؟ لا تحزن، چون میدونم به خاطر اینکه ابوبکر مؤمن نبود و این روایت داره. بله از طرف اهل بیت علیهم الصلاه و السلام در تفسیر برهان روایت های خیلی زیاد بر این مبنا هست.
من نبودم، اما ائمه طاهرين اونایی که سه عدل قرآن هستن، اینی تاریکم فیکم الثقلین کتاب الله و عدرتی اهل بیتی، اونها روایت کردن. بله چه روایت کردن؟ روایت کردن همین روایت که ابو بکر در داخل غار وقتی که بود میخواست که پیغمبر را کفار دستگیر بکنه، گاهی پای خود را دراز میکرد، گاهی دست خود را دراز میکرد، گاهی سر میکرد. بعد در همون هنگامی که پای خود را دراز میکرد، یک کرمی آمد ابو بکر را در مقعدش نیش زد، در مقعد ابو بکر نیش زد، از مقعد او خونابه بیرون آمد. این مجبور شد پای خود را در بکشه، و این میخواست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را کفار بگیره. و حدیث در صحیح بخاری موجوده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ابو بکر گفت اسکت یا ابا بکر، ابو بکر ساکت باش. این سر صدا میخواست بکنه، و الا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، از جانب خدا مأمور پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که نسبت به مؤمنین متواضع باشه. و شما میدانید که خطاب به این که اسکت یا ابوبکر، ابوبکر سکوت، ابوبکر خفه شو. اسکت یعنی چی خفه شو؟ این تواضع نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس ابوبکر را مؤمن نمیداند که به او میگه اسکت یا ابوبکر، و الا باید به او متواضع میبود. بله دیگر بگو. من از شما سوال، حالا سوال من از شما اینه، نه نه فرار نکن، شما آوردی میگین شرفه، شما باید بگو خدمتی را کرده چی بوده در غار. آیه بلد. آیه اصلا از برای این نازل شده که منافقین پیغمبر را خدمت نمی کنن الا تنصروه فقد نصره الله. آیه از برای همین نازل شده در که شما اصلا پیغمبر را نصرت نکردید. ای گروه منافقین، شما میگید اینجا پیغمبر را نصرت کرده، بفرمایید این منافق چی را نصرت کرده پیغمبر را بگو. من میگم خدمتش این بوده که در کنار پیغمبر و مواظب جان پیغمبر. چطور مواظبت کرده؟ چی مواظبت کرده از رسول خدا صلی الله علیه و آله؟ چه نفر میخواست پیغمبر آسی و حضرت علی چه مثلا در کجا آخر اینجا در پیغمبر که در غار پنهان بود، در این جنگ ها رسول خدا صلی الله علیه و آله در بدر، در احد دندان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکسته میشه، از چهرهش خون جاری میشه، در خیبر فرارش اعلام، در کجا از جان پیغمبر این ابو بکر عمر، در کجا اون روزی که در امر ابن داود آمد وسط خندق، اونجا آمد میره حلم المبارز، این ابو بکر کجا بود؟ در کجا حفاظت کرده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؟ بفرما. هر کسی یک وظیفه داشت. خب وظیفه این جهاد نبود؟ جهاد از برای زنا بود؟ هر کسی یک وظیفه داره. ابو جهاد از برای کی آواز ناجر واجب شده؟ این یک جا شمشیر بکش آخر، در کجا بینی کافر را خون کرده ابو بکر؟ تو من من بگو ابو بکر کارش بینی خون کردن نبود. چرا این در جنگ ها برای چی نرفته است؟ این زن بوده یا مرد بوده ابو بکر؟ اگر مرده میگه محافظت پیغمبر آمده، خب محافظت اینه که شمشیر بکشه در برابر دشمن. این اگر زنه خب بگید زنه، نامرده ما هم قبول میکنیم. اگر مرده میگه محافظ پیغمبر، در کجا بینی یک کافر را خون کرده؟ بفرمایید. این بینی خون کردن وظیفه مجاهدینه، وظیفه مرداست، ما هم قبول داریم، وظیفه ابوبکر نیست. بفرمایید. قشنگ سوال منو گوش کنید و جواب بدید. شما سوال منو جواب بدید. نه 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 میگه ناصر پیغمبر بوده، از پیغمبر حفاظت کرده. بفرمایید در کجا حفاظت کرده؟ در کجا بفرما. ادعای پوچ شما جماعت، در کجا حفاظت کرده؟ کجا بینی کافر را خون کرده این ابو بکر؟ بفرمایید. میگه وظیفه بینی خون کردن نیست، وظیفه چیه؟ مرد یا نامرد؟ اگر میگه نامرد هم میگم قبول کردم، وظیفه بینی خون کردن نیست. برو در خانه بشینه، زیور در دستش میدید و در پایش حلقه بگیرید، حلقه زنانه، برو چادر هم در حجاب هم بپوشه. اگر مرد باید بیاد در میدان جنگ مردانگی خود را ثابت بکنه. بفرمایید. حالا سوال من از شما اینه، شما خدمت سر و کن سوالت را اجازه میدم. پس دوستان عزیز، ثابت شد که ابوبکر هیچ نصرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نکرده. اگر میکرد این شخص میگفت که در فلان جا آمده نصرت کرده. حالا سوال چیه؟ بفرمایید. سوالم را من پنج بار تکرار کردم، یک جا حفاظت کردم، نصرت کردم، دو مدل تاریخ بگم. من مطلبم اینه با شما خدمت به اسلام رو فقط در شمشیر کشیدن میدانید؟ نه نمیدانم، اما وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر جهاد بوده، بله، یگانه خدمت کردن شمشیر زدنه. در بقیه اوقات بله، در بقیه اوقات خدمت بدین به انواع مختلفه، اما در میدان جنگ وقتی که زندگی پیغمبر در خطر، زندگی پیغمبر در خطر صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا در احد آمدن کفار پیغمبر را محاصره کردن، اصلا پیغمبر کمه که شهید بشه. یگانه خدمت کردن در راه اسلام در اینجا شمشیر زدن. فرار کردن خیانته. فرار ابوبکر در احد در بخاری آمده، میگه اولین کسی که برگشتن من بودم. کجا رفته بودی که برگشتی؟ خودم فرار کرده بود که برگشت. خود عمر هم میگه که مانند بوزی کوی فرار کردن. بله، به اون وقتی که عمرو بن داود آمده از روی خندق خیز زده آمده، میگه حلم المبارز، در اون زمان دیگر یگانه خدمت کردن شمشیر زدنه.
هرچی جای خدا داره در میدان جنگ یگانه خدمتکردن شمشیر داره. در میدان جنگ شما بگید من نماز میخونم، قرآن میخوام حفظ بکنم، اون خیانته. در میدان جنگ شمشیر زدن خدمته. بگویید احسن، من سوال میکنم، سوال من رو جواب بده، سوال من رو جواب بده، در کجا خدمت کرده این نامرد؟ ما اگر میگید دینی کارش دینی خون کردن نبوده، یعنی زن بوده مرد نبوده، نامردیش را قبول کردید؟ الحمدلله، thank you، تشکر. آجا اجازه بدین من هم سوال کنم. بفرمایید. من سوالم از شما اینه، اگر 10 نفر باشن یار پیامبر، یکی جوانتر، یکی میانسال، یکی کهنسال، اگر جنگی بشه اون کسی که از نظر قدرت بدنی بالاتره میره جلو میجنگه، قبول؟ اینجا اون کسی که فرار میکنه نامرده، این دلیل نمیشه که کسی پیر بود باید فرار میکنه. ببین اون کسی که پیره، اول عمر پیر نبود، ابوبکر اونقدر پیر هم نبود، همسن پیغمبر بود. ابوبکر تقریبا از پیغمبر کمی جوانتر بود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وسط کفار مانده، اونجا شهید میشه. خب این حالا پیرین جوانی نداره، پیرین جوانی است وقتی که زندگی پیغمبر در خطره. شما بگید ابوبکر پیر بود، لا اله الا الله، نامردی واسه خود حد داره. این فرار کردنش چی بود؟ خب بذار شهید بشی. بله، میگه این پیر بوده، پیر بوده. عجب، جواب من رو ندادید. جواب سوال شما چیه؟ من سوالم اینه، اگر اینطور بود چرا پس سلمان نجنگید؟ چرا عمار یاسر در کجا یه جای برای من بیارید؟ عمار یاسر در جنگ ها شرکت کرده، در جنگ ها شرکت کرده، جناب سلمان شرکت کرده و هیچ جایی نیامده که جناب سلمان فارسی فرار کرده باشه، جناب عمار یاسر فرار کرده باشه. و ثانیا ما عمار و سلمان را معصوم نمیدانیم. اگر سلمان یا عمار یا مقداد از اینهای خطای سربازان، ما اینا معصوم که نمیدانیم، اینو خطا کرده. ما اینها را امام نمیدانیم. شما ابوبکر را امام میدانید، افضل میدانید. افضل یعنی چه؟ بهترین، بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ما میگیم اینا بدترین بودن، اینا منافق بودن، اینا خائن بودن. از سلمان کجا فرار کرده؟ برام بگو سلمان کجا فرار کرده؟ من یک سوال نه 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 من دیگه فرصت حاصل شده میگم متجرا. نه نه سلمان کجا فرار کرده؟ بفرمایید شما به سلمان فارسی چرا تهمت میزنید؟ به یار راستین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این عمار یاسر که در پیرمردی 80 ساله بود، در پیرمردی اون در اون سن بالا 70 سالش بود، قد پیرمرد بود، در صفین آمد در کنار امیرالمومنین علیه السلام شمشیر زد تا شهید شد. در کنار امیرالمومنین علیه السلام آمد ایستاد، اون قد جنگید تا شهید شد. حضرت حمزه علیه السلام در احد پیرمرد بود، تا همسن پیغمبر بود. حضرت حمزه علیه السلام اینقدر جنگید، قهرمان جنگ بود، فاتح بدر کی بود بعد از امیرالمومنین علیه السلام؟ حضرت حمزه سلام الله علیه. در پیرمردی اینقدر جنگید تا شهید شد. نامردی را آوردیم که ابوبکر پیر بود. نه، همون حرفی که اول گفتید که وظیفه جنگ کردن نبود، یعنی نامرد. حالا نامرد وظیفه جنگ کردن نیست. بگو جان دیگه چی میگی؟ حاج آقا خیلی پول خرج کرد ابوبکر برای اسلام. کدام پول خرج کرد؟ کدام؟ همین امشب من حدیث نشان دادم، همین امشب حدیث نشان دادم. این ابوبکر خودی غلام آزاد شده بود، عتیق. میدونی اسمش عتیقه؟ اسم ابوبکر عتیقه، عتیق از عتقه یعنی آزاد شده. این خودش غلام بود، سیاه بود، از حبشه بود. این غلام آزاد شده بود، پول خرج کرده. نه، بعض اول در مردانگی بود، در جنگ بود، شما میگید محافظت کرده. شما این را بردی که میگه حفاظت پول مصرف کرده. یه وقت ما رو ضایع نکن برادر عزیز. دیگه شما هیچ دلیلی نداری. شما امشب الحمدلله شما از این تعصب اعتراف نمیکنی. و این را همه عالم فهمید، شیعه فهمید، عمری فهمید، بکری فهمید که ابوبکر برادر عزیز نامرد نامرغاست. دیگه شما اینو نمیخوای اعتراف بکنی، به زبان خود بگی. اما الحمدلله همه چی فهمید. این رو از این تعصب شما نمیگید. چرا میگید پیامبر گفت من علی رو محافظت میکنه، چرا نمیگید دیگه من ابوبکر رو محافظت میکنه؟ به خاطر این که ابوبکر مؤمن نبود. به دلایل مختلف عرض کردم. اولا که ائمه طاهرین علیهم السلام این را فرموده. ثانیا جان ابوبکر در خطر نبود. کفار با او هیچ وقت مشکلی نداشت. کفار قریش یک جا به من نشان میدید که با ابوبکر مشکل داشته باشد. خود ابوبکر اصلا در پناه یک کفار کافر بود به نام ابو دغنه. این مطلب هم در متبری آمده، هم در کامل ابن اسیر آمده. خدمت شما عرض بکنم
و بلازری بقیه روایت کردن ابو بکر جانش اصلا در خطر نبود. ابو بکر در پناه یک مشرک بود به نام ابو دغنه، سید احابیش قریش مکه بود، سید احابیش گروه احابیش مکه در اونجا گروه بودن به نام احابیش، سید اونا به نام ابو دغنه بود. ابو بکر در پناه اون مشرک بود، کسی با ابو بکر کاری نداشت، زندگیش در خطر نبود تو جان او در خطر باشه. دیگه خدا حافظ شما برادر عزیز. من توی غار رو گفتم، نه توی مکه. من توی غار رو گفتم، اون در اون غارم در مکه بود، من اون مکه رو گفتم. اون در همون مکه تحت پوشش این همه گیر تبری روایت کردن، بقیه روایت کردن ابو دغنه در میگیره بین اونها رو صلح و صفا دهی، نه اینکه دامن بزنی دون مشکل. اگر زبیر مؤمن بود، علی هم مؤمن بود، دو تا مؤمن با هم دعوا کردن بعد هم از هم دیگه. دو تا مؤمن، مشکلش اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده هر کسی که با امیر المؤمنین علیه السلام بجنگه با من جنگیده. شما میگید که دو تا مؤمن بود با هم دعوا کرده بود، یعنی زبیر با پیغمبر جنگیده. جنگ با امیر المؤمنین علیه السلام جنگ با پیغمبر است. طبق حدیث صحیح در ترمذی آمده. خداحافظ شما برادر من، با شما خداحافظی میکنم چون دیگران منتظرن. برادر من خداحافظ شما، خداحافظ شما، چون جنگ با پیغمبر کفره. تو نمیگی که یک کسی با پیغمبر جنگید ادوش مسلمان بودن، پیغمبر هم مسلمان و مؤمن با هم یک دعوایی کرده بودن، نه. جنگ با پیغمبر، جنگ با بله اصلا کفر ارتداد، بدترین کفر اینه. جنگ با امیرالمومنین علیه السلام جنگ با پیغمبره. ثانیا امیرالمومنین علیه السلام خلیفه وقت، اطاعت از او واجب، خود زمین خلیفه راشد بر علیه او شمشیر کشیده، لذا باقیه. تو ما آوری به زبیر فرار کردی. خط شیعیان سلام دوستان عزیز، این کتاب بخاری، اون حدیث اسکت را پیدا کردم. صحیح بخاری ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري تبع جريده مصحف ملونه حقوق الطبع محفوظه سال 2001 دار احياء التراث العربي صفحه 695 كتاب مناقب الانصار باب هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم هنا صفحه 695 حديث 3922 در این کتاب ما كده بله. ابو بکر میگوید کنت مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الغار، من با پیغمبر اکرم، راوی که خود ابو بکره. حالا اینا متوجه باشید که ابو بکر بعضی جاهاش به نفع خود عوض میکنه، چون انسان خب فضیلت که نداره، برای خود باید فضیلت درست بکنه. بله، در با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غار بودم. فرفعت راسی، سرمو بالا کردم، فاذا انا باقدام قوم، دیدم که پاهای مردم در اونجا هست، پاهای مردم در دم غار. فقلت یا نبی الله، گفتم ای پیغمبر خدا، لو ان بعضهم تعتا بصره رانا، گفتم ای پیغمبر خدا اگر یکی از اینا سرشو پایین بکنه ما را میبینه. خب دوستان عزیز، شما به من بگید، جواب بدین، در دم غار کفار رسیده، پایهاش دم غار، غار حرا هم کسانی که رفتن میدونن چقدر کوچیکه، 1.5 متر هم نیست. دم غار این در وسط غار، اونجا باید ساکت باشه، حرف نزنه. این میخواد که یک چیز بگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گیر بیفته، کفار رو بگیرن. میگه اگر یکی سر خود پایین بکنه ما رو میبینه. خب معلومه چرا میگی این حرف رو، تو چرا این حرف رو میگی؟ اصلا ساکت باش. تو اگر میخوای نصرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بکنی، حداقل نصرت اینه که ساکت باشی. همین رو هم نمیکنم. در اونجا سر صدا رو شروع میکنه، یالا ما رو گرفت، یا رسول الله ما رو گرفت، میگیره، میکشه، اینجوری جربزه. این خود بخاری دوستان عزیز، ببینید این کتاب بخاری، عوض نکردم، نگید عوض کردم، عوض نکردم. صفحه 695 دیدید؟ گفتم که اینها اگر سرش پایین بکنه ما رو میبینن. فقال، قال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، گفت اسکت یا ابوبکر، ساکت شو ابوبکر، ساکت شو، خفه شو، ساکت، اسکت یعنی خفه شو. و این نهایت اینه که ابوبکر پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ مرتبه‌ای نداشته، هیچ احترام برش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قائل نبود، او اصلا مؤمن نمیدانسته. و این ابو بکر برش واجب بوده سکوت کردن. اصلا این پیغمبرم صلی الله علیه و سلم نمیفرمود دوستان عزیز، اصلا عقل انسان، شما ببین در یک جای پنهان شدی، دشمن آمده بی رحم با شمشیر برهنه که میخواد دستگیر بکنه و بکشه شما رو، همونجا سرتون رو جدا بکنه از بدن. خب اصلا حکم خدا نباشه، عقل چی میگه؟ هر کسی که دلسوز باشه ساکت، نفس نکش تا نفهمه. اگر مردی خب برو شمشیر بکش بجنگ، اگر مردی، مردانگی اینجوری که نداری، حداقل مصرف دینه که ساکت حرف نزن. این در اونجا جربزه رو شروع کرد، ما رو گرفت، یا رسول الله ما رو گرفت.
هدفش این بود. معلومه ابو بکر دیگه بیعقل نبود که نفهمه، میدانست هدفش از این حرف زدن این بود که اونها بشنون بیان بگیرن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود اسکت، خاموش شو، خفه شو. بله. و امر خدا به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیه؟ اخ و واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. نسبت به مؤمنین از پیروان خود اینقدر اینقدر متواضع باش که همونطوری که کبوتر صاحب خود را که میبینه چیکار میکنه؟ پرهای خود را زمین تهی میکنه. شما هم برای پیروان خود، برای شیعیان امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، بل اینجوری سلمان، ابوذر، مقدار، اینطوری باید چی باشید؟ متواضع باشید. این تواضع هست نسبت به ابوبکر؟ خب معلومه که متواضع نیست. میگه اسکت خفه شو. این تواضع که نیست. پس ثابت شد که ابوبکر را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اصلا مؤمن نمیدونه. اگر مؤمن میدونست، بله نسبت به او متواضع بود. تواضع نداره اولا، و ثانیا اینجا خود ابوبکر سعی کرده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گیر بده. همونطور که این در حدیث شیعه آمده که در اونجا بیشتر آمده که پای خدا دراز میکرد، دست خدا دراز میکرد، کرم آمد من قدش ازد به حکم خداوند متعال که این پای خدا بکشه، مجبور شد پای خدا کشید و خداوند متعال حبیبش را حفظ کرد. و این آیه هم که من الا تنصروه فقد نصره الله، همونطور که بعضی از علمای اجله به من تذکر دادن، این در این باب آمده، در باب مذمت صحابه آمده که شما هیچ وقت پیغمبر را یاری نکردید، هیچ وقت یاری نکردید. این هم در همون سیاقه و این آبروریزی ابوبکره، نه اینکه تعریف ابوبکر باشه.